سلام دوستان، پرسشی که هفته پیش خانم قیاسمند در مورد تفاوت بین مدرنیزاسیون و مدرنیته مطرح کردن منو به این فکر انداخت که برنامه این هفته رو لااقل در ابتدا اختصاص بدم به تفاوت این دوتا مفهوم که اگرچه با هم مرتبط هستن اما به دو جنبه مختلف از کار توسعه و تغییر اجتماعی اشاره دارن. و عرض بکنم که مدرنیته یا مدرن شدن، البته دیدم که تجددم بهش میگن، ولی تجدد که از جدید شدن میاد با مدرن شدن فرق داره. شما هر کاری رو که تغییرش بدین، شکل جدیدی بهش بدین، جدید شدنه، ولی مدرن شدن یه معنای خاصی داره و این یه هدفیه برای استقرار یک مجموعه از ایده ها، هنجارهای فرهنگی و رویه های اجتماعی. حال اون که مدرنیزاسیون که بیشتر تجدد رو به این اشاره می کنند، در واقع ظهور عناصر مادی برآمده از اندیشه مدرنه و به عبارت دیگه معمولا باید شما یه تصوری از مدرنیته داشته باشید تا دست به مدرنیزاسیون جامعه خودتون بر اساس اون الگو داشته باشید. یعنی مدرنیته مقدمه بر اقدام برای مدرنیزاسیونه و بدون داشتن یه باوری به عناصر مدرنیته لزوماً اقدام به مدرنیزاسیون نمیتونه ما رو به مدرنیته برسونه. اما ببینیم که این مشخصات معمولاً ششگانه مدرنیته چیا هستند. ببینید، مدرنیته در مرحله اول یک اندیشه برآمده از انسان مداریه. یعنی هر حرفی رو که میزنیم، هر فکری رو کنیم، هر ایده‌ای رو که داریم از انسان آمده، نه از عالم غیب یا از جای نامخصوصی. و در این حال این وابسته کامل هست به اندیشه فردگرایی، یعنی تمرکز بیشتر بر حقوق فردی، خودمختاریش و ابراز وجودش. سومیش بها دادن به عقلانیت و علمه و در نتیجه باورهای مذهبی، خرافی و غیره رو باید کنار گذاشت و از اون هم میشه نتیجه گرفت که چهارمین عنصر عبارت است از کاهش نفوذ دین و افزایش نهادها و ارزش‌هایی که از دین منبعث نیستند. پنجمین عنصر مدرنیته عبارت است از تلاش برای پیشرفت بر اساس این اعتقاد که امکان بهبود و پیشرفت مستمر در جامعه بشری از طریق پیشرفت‌های فنی و علمی و اجتماعی ممکنه. و بالاخره عنصر مهم به مدرنیته تحول سیاسی به معنی توسعه نهادهای دموکراتیک، حاکمیت قانون، افزایش مشارکت سیاسی مردم. به طور خلاصه مدرنیته در مورد وضعیت مدرن بودنه که ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع مدرن رو در بر می‌گیره. اما مدرنیزاسیون به یک فرایند مادی اطلاق میشه که از طریق این فرایند جوامع با ویژگی‌های مدرنیته همسو میشن. به عبارت دیگر مدرنیزاسیون یک فرایند تغییر و تحول برخواسته از باور به مدرنیته و بروز و تحقق مادی مدرنیته است. مدرنیزاسیون هم شامل عناصر مختلفی است که میشه اینها رو یکی یکی شرح داد. مجموعاً یعنی شیوه ها و فناوری هایی که مربوط میشن به نهادهای مدرن. اولین عنصر مدرنیزاسیون نوسازی در مورد فرایندها
و تغییراتیه که بتونه جوامع رو به سمت دستیابی به مدرنیته سوق بده. دومین جنبهش هم مسئله صنعتی شدن به معنی ظهور صنایعی که اقتصادها و ساختارهای اجتماعی رو متحول میکنند. سومین مسئله مربوط میشه به توسعه اقتصادی به معنی گذار از روشهای مثلا تولید کشاورزی به اقتصادهای صنعتی و حتی فراصنعتی از طریق افزایش بهره‌وری و پیشرفت‌های تکنولوژیکی و رشد اقتصادی. چهارمین عنصر مدرنیزاسیون هم تغییر اجتماعیه، یعنی بر اساس اون باوری که به مدرنیته داریم ساختارها نهادهای اجتماعی رو تغییر بدیم. مثلا تغییر شکل خانواده، گسترش سیستم‌های آموزشی و بهداشتی، پیشرفت فناوری، پذیرش فناوری‌های مدرن در بخش‌های مختلف که منجر به بهبود روش‌های ارتباطات مثلا حمل و نقل رو تولید بشه. توجه کنیم که جوامع غربی مقدمتاً از تصور و باور به اصالت ارزش‌های مدرنیته آغاز کردند و بعد بر اساس این تصور و باور روند مدرنیزه کردن امورشون دارای معنا و مقصدی شد. حال اون که بسیاری از جوامع فقط با دیدن مظاهر مادی مدرنیزاسیون غربی سعی کردند که این مظاهر مادی رو عکس بکنن بیان که تصوری از باور به مدرنیته داشته باشن. در واقع میشه گفتش که در ایران هم تقریبا همین اتفاق اخیر رخ داد و شیفتگی نسبت به مدرنیزاسیون مقدم بر باور به اجزای درونی مدرنیته بود. خیلی خوب، حالا اگر برگردیم به اون سه گروه از منفر فکران عصر مشروطه و ببینیم که اونا چی میخواستند، بیشتر مسئله دستگیرمون میشه. ببینید، گروه اول که گفتم اصلاحات چیهای اجرایی و مدرنیت بودند، در واقع نمایندگان مدرنیزاسیون بدون مدرنیته محسوب میشدند. فهرست خواستای اونها هم بسیار بود: ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی، مبارزه با فساد، افزایش سطح ثبات در کشور، تحول علمی و فرهنگی، اقدام در جهت گستراندن عدالت در سطح اجتماع، قطع نفوذ اجانب و استعمارگران، حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، ریشه‌کن کردن فقر، اعزام دانشجو به فرنگ، آوردن ماشین چاپ، انتشار روزنامه، برپا داشتن دارالفنون، ایجاد قشون، اصلاح و نوسازی ایران و ایجاد عدالت خانه و همچنین تهدید نفوذ روحانی. گروه دوم هم در واقع نظرشون دادن یه اصلاحات مذهبی بود برای جلوگیری مثلا از اجتهاد، از صدور حکم تکفیر، فتوای وقع، قتل، خرید و فروش آب و خاک اماکن مقدسه به وسیله روحانیت. تنها نویسندگان و متفکران منور الفکر گروه سوم بودند که به مفهوم مدرنیته و لوازم اون توجه داشتند و معتقد بودند که جامعه ای که به مدرنیته باور داشته باشه میتونه مدرن بشه. حالا منور فکرهای مشروطه در واقع پیش از پذیرش لوازم مدرنیته بیشترشون خواستار استقرار مدرنیزاسیون شده بودند و تنها متفکرینی مثلا میرزا فتحعلی‌خان آخوندزاده که در برنامه پیش گفتم معتقد بودند که باید با خرافات و فناتیزم مذهبی در ایران جنگید و توایف اسلام رو به اصطلاح از خواب غفلت و نادانی بیدار کرد و نشون داد که در اسلام هم میشه
پروتستانتیزم به وجود بیاد. حال اگر بخواهیم گفتمان برآمده از آمال این سه دسته رو در یک عبارت خلاصه کنیم، میتونیم بگیم که اون بخشی که مربوط به مدرنیته میشد در واقع خواستار سکولار دموکراسی بود، و اون بخشی که عرض کنم که مربوط به مدرنیزاسیون میشد در واقع توجهی به این مدرنیته یا سکولار دموکراسی نداشت و میخواست ظاهر مملکت رو نو بکنه، و در نتیجه این سکولار دموکراسی فقط میتونست گوهر اندیشه کسانی باشه که دست به مدرن کردن جامعه میخواستن بزنن. یعنی از نظر اندیشگی مشروطه باید چنین معنایی می داشت، مشروط کردن مدرن سازی ایران به اصول و ارزش های مدرنیته. اما آیا واقعا این امر رو می تونیم در مورد کوشندگان مشروطه صادق بدونیم؟ آیا در میان منور الفکران در قدرت نشسته ای که قصدشون نوسازی ایران بود وجوب تقدم مدرنیته بر مدرنیزاسیون امری پذیرفته و بدیهی محسوب می شد؟ من فکر می کنم پاسخ به این پرسش ها رو میشه در حوادثی یافت که در همان سال اول صدور فرمان مشروطه پیش آمدن، و ما این موضوع رو اگر عمری بود در برنامه آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد. خب دوستان، اولین کسی که وقت گرفته که در این باره صحبت بکنه خانم سارا فرزان هستن، میکروفون در اختیار شماست. بله خیلی ممنون. خیلی سالهای پیش از این همیشه برای من این سوال بود که چرا با اینکه ایران سعی کرده که از مظاهر مدرنیزاسیون عقب نمونه و خودش رو به یه جایی برسونه، اما هرگز اون جوهره اصلی این مدرنیزاسیون که همون مدرنیته هست هیچ وقت اونو پیدا نمی کنه. خب مطالعه می کردم در موردش و می دونستم که به هر حال اروپا 100 سال طول کشید تا از مدرنیته، یعنی در واقع این پروژه مدرنیته و مدرنیزاسیونش که در ادامه مدرنیته اومد به اون منصه ظهور برسه. حالا میرسیم به این که میبینیم این 100 سالی که اروپا داشت این جنگا رو، این چالش ها رو باهاش روبرو بود، روشن فکران ما به فکر این بودن که فقط از مظاهر مدرنیزاسیون وارد کشور یک سری عناصری رو وارد بکنن و بخوان به قول شما که ریخت و قیافه ای از یک کشور مدرن. من همیشه میگم جهان سوم همیشه اون تحول اندیشه مدرنیته رو طی نکرده، بنابراین در مدرنیزاسیون هم به شکست میخوره، چون نمیتونه اون بخش مدیریتیش، اون بخش در واقع میدونید مثل این میمونه که ما باید به یه چیزی اعتقاد و باور قلبی و فکری داشته باشیم تا بتونیم در عمل خودمون رو با نسبت به اون تفکر و اعتقاد به منصه ظهور برسونیم. مدرنیته مثل این میمونه که من یک باوری دارم، یک اندیشه‌ای دارم به این که عقل و خرد تصمیم گیرنده است، به این که انسان کرامت داره، به این که دین خرافه است، به این که همیشه سنت ها نمیتونن 100% کارساز و کارایی داشته باشن. مثل این که من به اینها باور دارم و فکر میکنم و اعتقاد دارم، حالا میام بر اساس این اعتقاد قلبی و فکری که دارم میگم پس باید نهادهای مدنی بیشتر شکل بگیره، پس باید به سازمانهای مردمی بیشتر، مردم نهاد بیشتر بها داده بشه، به آزادی های انسان اهمیت داده بشه، به این که دین حالا در عنوان یک خرافه
وارد زندگی اجتماعی مردم نشه. اینها باید باور قلبی شده باشه. اینجاست که ما میبینیم در تاریخ ما وقتی که مدرنیته اتفاق نمیفته و میاد صاف میرسه به مدرنیزاسیون، اونم به شکست برمیخوره. و اگر وجود داشته باشه رگه هایی از مدرنیته، ما باید بگردیم در لابلای تاریخمون روشن فکرانی رو پیدا کنیم که خواهان این رنسانس بودن، خواهان این در واقع اتفاق بودن که در کشور اول باید مدرنیته اتفاق بیفته. و این رو باید بگردیم به صورت رگه هایی از تفکرات اونها در روشنفکرانمون پیدا بکنیم، روشنفکرانی که نتونستن در مقابل خیلی از مسائل که همونطور که هفته گذشته گفتیم نتونستن در مقابل جریان سنتگرایی و مذهبگرایی در کشور بتونن مدرنیته واقعی رو بنا بذارن. و ما الان هم داریم میبینیم شهر و ظاهر شهر رو زیبا میکنن در کشور، اما اون اعتقاد اصلی، اون رفتاری که جامعه داره میکنه یک رفتار ضد مدرنیته است، کاملا غیر مدرنه. اما سعی میکنن با روکشی از مدرنیزاسیون بگن ما هم به اون مرحله از مدرنیزاسیون رسیدیم، اما میبینیم که باور، اندیشه، تفکر و اون فلسفه اصلی که در مدرنیته بر پایه فردیت، عقلگرایی و انسانگرایی بوده در تفکر این برنامه ریزان به خصوص در کشور ایران نیست و اونجا ضد اون دارن عمل میکنن. مثل این میمونه که شما مدرنیزاسیونتون رو در باد ساختین، در آب ساختین، ریشه در خاک نداره. ریشه خاک در واقع مدرنیزاسیون ریشهش باید در خاک مدرنیته باشه. سپاسگزارم. خیلی ممنون. عرض کنم که این واقعا در برنامه های آینده که به بررسی حوادث مشروطه میپردازیم این رو بیشتر خواهیم دید که چگونه اولویت دادن به مدرنیزاسیون و فکر نکردن به مدرنیته چه عوارضی رو خواهد داشت. نفر بعدی آقای شهرام عباسپور. ممنونم آقا. خدمتتون عرض کنم که به نظرم تا زمانی که دست دین و مذهب از امور جاری سیاسی کشور کوتاه نشه، ما همیشه همین مشکل رو داریم. من خاطرم هستش که با هم که صحبت میکردیم، شاید جلسات قبل بود، صحبت از به اصطلاح تقابل سنت و مدرنیته بود که مخالفتی هم شد، ولی بیشتر صحبت سر این بود که وقتی که دین و مذهب در امور جاری کشور قانونگذاری میکنه و دخالت میکنه، سنت های اصلی ما رو از ما دور کردن، هویت های ایرانی رو دور کردن و به جاش اون سنت های مذهبی رو الان به اصطلاح در جامعه نهادینه کردن. همین الان که ما صحبت میکنیم با هم ایام محرم هست. ایام محرم هیچ ربطی به زندگی ایرانیان نداشته و اینا به نوعی اومدن حتی اون مذهب رو هم آرایشش کردن، یعنی تغییرش دادن به نوعی که مثلا فرض بکنید در عزاداری های اینا هم حتی ما نگاه میکنیم، برای اینکه عزاد مثلا اسلام رو مدرنش کرده باشن برخی از سازها رو آوردن وارد جریان کردن، هر کسی از خودش اومده یه ابتکار عملی به خرج داده. بعضی از محله ها ما میدیدیم دسته های علامت کشی، هجله و یه چیزهایی که اصلا شما واقعیتی هم با اون مسئله واقعی دین نداره، اینها وارد کردن و متاسفانه اون باورهای دینی رو هم لوس کردن. شما در برنامه های قبلی مثال زدید از جنبش بابیه و باب مثلا فرض بکنید که به عنوان کسی که ادامه دین اسلام، من تا اونجایی که میدونم
بهایی ها خودشون رو ادامه دین اسلام میدونن و میگن اون مهدی موعودی که به صلاح گفته بودن که قرار روزی بیاد همین حضرت باب بوده. تنها تغییری که اینا دادن این که خانم ها بدون حجاب میتونن نماز بخونن، ولی در اصل قضیه حتی اگر دین بهایی هم یا به صلاح جریان بهایی هم که یک دین مدرنتری نسبت به اسلام هستش و مذهب شیعه اگر بیاد وارد مسائل سیاسی بشه، من فکر میکنم در اصل قضیه هیچ تغییری ایجاد نمیشه. ما میدونیم که جلال آل احمد هم یه زمانی گفته بود که ما رفتیم غربی بشیم ولی غرب زده شدیم و باید به اصل خیشتن برگردیم. ایشون دقیقا منظورش همین بود که ما باید به اصل اسلامی خودمون برگردیم، نه اینکه منظورش بود که اصل خیشتن یعنی هویت ایرانی و هویت ملی و سنت‌های اصلی خودمون. اینه که الان ما سکولار دموکرات ها برای آینده هم اگر یک حکومت مدرن میخوایم و یک جامعه مدرن میخوایم، بیشتر اصرارمون این هستش که دین و مذهب و هر باوری باید از حیطه حکومترانی و قانون اساسی بیرون رانده بشه. در اون صورت حتی شاید اونها هم سالم بمونه. و اینه که نمیخواستیم بیشتر این حالت تزیین کردن داشته باشه، دین، مذهب یا هر باور دیگه ای فقط جنبه تزیینات ظاهری داشته باشه، تجملاتی داشته باشه و نسبت به اصل ریشه خودش. ممنونم جناب. دوره گذار کشورهای اروپایی که الان سردمدار حالا مدرنیته و مدرنیزم هستند بیش از 100 سال طول کشیده و هنوز هم به نظر من کامل نشده این قضیه. به طور مثال اهدافی که خب هر سال هی تعریف میشه دیگه، این یه چیزی نیست که بگیم یک نقطه رسیدیم به پایان خط و تموم شد ما از امروز دیگه مدرن هستیم. هر سال این تعاریف تغییر میکنه، هر سال توقعاتی که از جامعه بشری و جوامعی که توی اون دامنه که قرار میگیرن تغییر میکنه. به طور مثال برابری زن و مرد، چیزی که خب خیلی الان دارن براش تلاش میکنن و کشوری که ما سوئد توش هستیم خب یکی از سردمدارای این قضیه است، چه بسا به صورت یه جورای افراطی. حتی حقوق زنان الان وقتی بررسی میکنیم میبینیم در بعضی مواقع بیشتر از مردانه، ولی باز با این حال مثلا میبینیم که شکوه و شکایت از این هست که از نظر دستمزدی و دریافتی مثلا خانم ها هنوز میانگین دستمزدشون خیلی پایینتر از آقایونه. به طور مثال عرض کن، نکته که میخوام بهش اشاره کنم این هست که این کشورها بعد صدها سال مشکلات و معضلات مذهبی و رفتاری و اجتماعی که داشتن تازه رسیدن به این نقطه‌ای که الان هستن. سال هاست که اینها سیستم آموزشی مدون دارن، سیستم پرورشی دارن، بچه هاشون تحصیل کردن، آدم ها همه باسواد بودن، مطالعه داشتن و عملا ابزارهای مناسب برای خروج از این خرافات و این بحث مذهب رو در اختیار داشتن. و وقتی برمیگردیم و کشور خودمون رو نگاه میکنیم میبینیم که در اون موقعی که حالا اتفاق انقلاب مشروطه اتفاق میفته درصد بسیار بالایی از مردم ایران بیسوادن. شرایط اصلا شرایطی نیست که ما بتونیم واقعا مدعی بشیم که میتونستیم در اون روز به یک سیستم مدرن دموکراتیک که الان داریم سمبول هاش رو میبینیم اتفاق داره میفته در کشورهای اروپایی میتونستیم برسیم یا حتی در نزدیکیش قرار میگرفتیم. من اینی که عرض میکنم بیشتر به خاطر اینه که به خودمون شاید یه ذره امید بدم که حالا اتفاق شورش 57
یک عقبگرد خیلی وحشتناکی بود برای جامعه ایرانی. ولیکن به هر حال این 100 ساله رو فکر میکنم به هر نحو ما احتیاج داشتیم برای رشد کردن، برای مدرن شدن به قولی. و هرچند اتفاق به قولی مفید و خوبی بوده اون انقلاب مشروطه، ولیکن من تصورم این است که چی میگن، به شکست محتوم به شکست بود، چون بستری آماده نبود برای اون حرکت، برای اون تغییرات بزرگ و معناداری که بعد برای جامعه ایرانی اتفاق می افتاد. حتی اگر ما مثلا تصور کنیم آتاتورک و کشور ترکیه رو که الان نزدیک 80 ساله در سیستم سکولار داره حتی زندگی میکنه و عمل کرده، باز میبینیم که اون رگ و ریشه های مذهب و اون خرافات و اون تفکرات غلط مذهبی هنوز در جامعهشون موج میزنه. اینا نکاتی نیست که بتونیم راحت از کنارش رد بشیم و تصور کنیم که حالا با ایجاد مدرسه و تحصیلات و اینا خیلی راحت میتونیم از این مشکلات عبور کنیم. من یکی از دغدغه ها و ناراحتی ها همیشه این بوده که چرا مثلا در قشر تحصیل کرده ما به محضی که اتفاق میفته یهو بحث ابوالفضل و علی و نمیدونم نزد کنیم یه چیزی اتفاق بیفته پیش میاد، یا وقتی راجع به یه مسئله علمی داریم صحبت میکنیم، راجع به پروژه داریم صحبت میکنیم که آینده پروژه چی میخواد بشه، قدم های بعدی چی میخواد بشه، یا میبینیم از دو سه طرف حالا ببینیم خدا چی میخواد، خدا چی کار داره که چی میخواد اینجا، این ما داریم تعیین میکنیم که آینده این پروژه و این مملکت به کجا برسه. این تعاریف واقعا از یک سمت من دلگیر میشم، ناراحت میشم وقتی میبینم که در جامعه ما هنوز این تعاریف، این الفاظ جا داره و استفاده میشه، و از یه طرف باز وقتی نگاه میکنم کشورهای اروپایی رو و تلاششون رو که از این شرایطی که هستن رو بهتر کنن و بیشتر به سمت اون مزایایی که اون سیستم های انسانی و اجتماعی داره برای خود فرد و جامعه، این مزایا رو بیشتر دوست دارم بکنن، احساس میکنم که ما نه که فرصت داشته باشیم، چون به دلیل وجود این حکومت جمهوری اسلامی که در حال فرصت سوزی مدامه در ایران، ولیکن ناامید هم نباید باشیم از جایگاهی که هستیم و باید تلاشمون رو بیشتر کنیم که آگاهی جمعی رو افزایش بدیم و امیدوار باشیم که با تلاشی که میشه توی مدیا و دوستانی که به هر حال فعال هستن تو بحث‌های اجتماعی و سیاسی، بتونیم از این سد مذهب بگذریم و یه آینده سکولار واقعی برای کشورمون رقم بزنیم. ممنونم. بله جناب سایمه، من با این نظر شما کاملا موافقم که این بحثای ما نباید به نومیدی ختم بشه، بلکه فکر میکنم این که میتونیم این بحثا رو بکنیم خودش دریچه‌ای بر امید هستش. یعنی یه موقعی بودش که نمیشد این بحثا در جامعه ما صورت بگیره. نمیدونم این انقلاب ارتباطاتی که وجود داره که الان شما تو سوئد نشستین، من تو امریکا نشستم، داریم با هم صحبت میکنیم، اینها همه یک آزادی هایی رو داره ارائه میده که میشه این بحث رو تو جامعه ما هم صورت بگیره. این نسل زدی که میگن از کره مریخ که نیومده، فرزند عصر ارتباطاته که میتونه علارغم همه سانسورهایی که میشه بتونن به این بحث ها بپردازن. عرض کنم نفر بعدی خانم شبنم بدری هستن، بفرمایید خانم. مرسی، ممنون. این چند تا برنامه برای من این رو هم داشته که من رو
علاقمندتر کرده به تاریخ، خوندن تاریخ به خصوص تاریخ معاصر، و چقدر مفیدتر میدونم این رو نسبت به قبل برای کارهایی که امروز پیش رو داریم. اول یه اشاره بکنم به این بحث مدرنیته و بعدش هم مدرن سازی. میخواستم فقط این رو تاکید کنم که وقتی در مورد مدرنیته و بعد هم مدرن سازی صحبت میکنیم، اگر داریم در مورد دوتا کشور مختلف حرف میزنیم، خب مسلما بحث یه مقداری متفاوت خواهد بود، حالا با حفظ یه سری اصول و شباهت ها بین کشورها، ولی با توجه به اینکه اونها مثلا از لحاظ اجتماعی، سیاسی، جغرافیایی، فرهنگی، تاریخی با هم متفاوتن، یه مقدار این دو تا مبحث هم متفاوت خواهد بود. و مسئله دیگه که یعنی این رو بر من مهم میکنه اینه که اگر توجه به تفاوت‌های بین کشورهای مختلف نکنیم، شاید نتونیم خیلی مؤثر و مفید و راحت مدرن سازی رو پیش ببریم. و مسئله دیگهش هم زمانه که خب چه تأثیری گذاشته در مورد مثلا تعریف این مفهوم مدرنیته. خب زمان خیلی از مفاهیم رو، یعنی ما رو مجبور میکنه که باز تعریف کنیم خیلی از مفاهیم رو در مورد مدرنیته. خب چیزهایی که به ذهن من رسید و خب شما هم اشاره کردید اینکه شاید این مفهوم با مرکزیت اروپا و بعد غرب به وجود اومده، ولی بعد اینکه باید این فاکتورهای مختلف تو کشورهای مختلف مثل تاریخ و فرهنگشون رو هم در نظر بگیریم و بعد این مفهوم رو تو سالهای اخیر شروع کنیم به باز تعریفش، یا یعنی اینکه میزان مرتبط شدنش با صنعت و شهرنشینی تو سالهای اخیر باز فرق کرده. یعنی الان اگر که راجع به یک جامعه مدرن صحبت بکنیم، شاید هی با گذر زمان ارتباط خیلی مستقیم و تنگاتنگش با شهرنشینی و صنعت کمتر بشه، مخصوصا وقتی که الان مثلا نگرانی های در مورد نمیدونم محیط زیست، چالش های زیست محیطی و اینها وجود داره. دیگه کشورها اتفاقا هر چقدر پیشرفته تر میشن، میخوان تعریفشون از مدرنیتر و توسعه اقتصادی و صنعتیش رو بیشتر مرتبط بکنن با حفاظتشون مثلا از محیط زیست و غیره و غیره. و چیز دیگه هم که برای من جالب بود این بود که خب این مدرن سازی و استفاده از این فناوری ها، تکنولوژی ها که باعث ارتباط بیشتر آدم ها میشه، خودش باز باعث میشه که یه تعریف جدیدی سال به سال از این مدرنیته به وجود بیاد. یعنی فرآیند مدرن سازی خودش این خودش رو باز تعریف میکنه، یعنی ما رو شاید مجبور میکنه به این کار. حالا نمیدونم درست فکر میکنم یا نه. و در مورد باز منور فکرها یا روشن فکرهای این عصر مشروطه هم صحبت کردید، من داشتم این نامه های آخونزاده و میرزا ملکم خان رو نگاه میکنم که خب هم از لحاظ ادبیاتش جالب بود، هم داشتم چالشاشون رو نگاه میکردم که اونها خب شما اشاره کردین که این منورات فکرها هر کدوم اندیشه های متفاوتی داشتن و شاید در مورد پیاده سازی اندیشه هاشون هم متفاوت فکر میکردن. مثلا یه نکته جالب این بود که میرزا ملکم خان مثلا به یه شکلی این به آخوندزاده این پیشنهاد رو میکرده یا نقد میکرده این اندیشه سیاسیش رو که تو با مثلا مذهب ملت‌های قفقاز، عثمانی و ایران کاری نداشته باش، بیا اندیشه هات رو در لفافه دین عرضه کن، که حالا گویا آخوندزاده موافق این نبوده. و بعد هم چون من فکر میکردم تعداد کسایی که در این تاریخ معاصر ایران در 100-150 سال پیش به نوعی سکولاریسم رو به یه شکلی تبلیغ میکردم، من فکر نمیکردم، یعنی فکر میکردم کمتر از این تعدادی بوده که بعد از حالا برنامه های آقای دکتر رو تاریخ رو مرور کردم بهش رسیدم، چون اینها به یه شکلی میتونیم بگیم طرفدار سکولاریسم بودن، حتی نمیدونم مستشار و دوله و غیره، ولی باز هم ترس و حراس داشتن که اگر دین رو نقد کنن یا سکولاریسم رو تبلیغ کنن، اینها متهم میشن به تکویر و ارتداد. و حتی مثلا این آخوندزاده
نمیتونسته کتاب مکتوباتش رو چاپ کنه به خاطر اینکه میترسه، و یا حتی در ابتدای این کتاب نوشته که من با اون صحبت های اون شخصی که داره به این شکلی رو نقد میکنه خودم موافق نیستم. یعنی کتابی خودش نوشته رو به یه گونه ای میخواد صحبت هایی رو که شاید تو ذهن خودشه بندازه گردن شخصیتی که داره تو داستان حالا نامه هاش رو نقد میکنه و غیره. و بعد این داستان ادامه داره تا جایی که این خامنه ای میاد میگه که این آخونزاده که از خامنه هم بوده، من تا یه حدی از یک تاریخهای این رو میشناختم و این آدمی بوده که به جای این که دنبال مبارزه با استبداد نبوده، با دین و اعتقادات مردم کار داشته. یعنی چقدر اینها به این مسئله همچنان با توجه به اینکه تاریخ دوره حساس هستن و بهش میپردازن، ولی ما که یه عده ای از اپوزیسیون، بخش از مخالفهای جمهوری اسلامی، انقدی که خامنه ای دقیق و حراسان از این آدم، ما حاضر نیستیم افکار این آدم رو دنبال کنیم و گاهی اوقات فکر میکنیم و بیان میکنیم که ما این مفاهیم جدیده، انگار که مثلا مربوط به 10 سال گذشته است و تلاش های این عده نادیده انگاشته میشه. و در مورد این مستشار و دوله هم یک جوری اصلا آدم احساس دلسوزی میکنه، و خب از ناامیدی نمیگم، ولی اینکه چقدر این مشکلات ریشه درازی داشته که میگه که این آقا وقتی که حتی میخواسته لزوم تأسیس راه آهن رو داشته باشه، مجبور بوده که بشینه در این مورد صحبت کنه که راه آهن اگر بیاد زیارت آسون میشه تا بتونه فتوای روحانی ها رو بگیره برای راه آهن، که بعد هم این فتوا رو مثلا استفاده کنن برای اینکه ماشین دودی بکشن از تهران به شاه عبدالعظیم. و ولی خب متاسفانه که، ولی باز هم امیدواریم که حل بشه. این چالش ها هنوز پیش روی روشنفکرهای ما هست که راجع به سکولاریسم بدون هراس صحبت کنن و بعد هم بتونن پیاده سازیش بکنن جوری که میخوان. مرسی، ممنون. مرسی شبنم خانم، بسیار حرفای خوبی زدید. من فکر میکنم که رجوع به تاریخ معاصر و خوندن منابع مربوط به منورون فکرها میتونه خیلی بیشتر ذهن ما رو باز بکنه نسبت به اون چه که به نام مشروطه تحویل ما داده شد و 100 سال تاریخ ما رو رقم زد. میخواستم بگم وقتی که شبنم را صحبت میکردن در رابطه با این که ما مدرنیته رو باید با متغیرهایی مثل عناصر فرهنگ، جغرافیا، اقتصاد، تاریخ و همه با هم دیگه در نظر بگیریم در دوره‌های مختلف، من به ذهنم رسید که بگم به هر حال مدرنیته تعریفی داره و اون اینه که یک دوره‌ای از تاریخ اروپاست که اتفاق افتاده تحت عصر روشنگری، و همون زمانی که اروپا این اتفاق داشته درش به تدریج می افتاده، من یادم میاد که در یکی از بحث های جامعه شناسی که جامعه شناسی در واقع روانشناسی اجتماعی که یکی از اساتید مطرح می کردن، اون زمانی که به عصر میجی تعریف شده که عصر ترجمه بوده، تمام ژاپنی ها تمام دانشجوها و اون یک سری از نخبه هاشون رو گسیل میکنن به اروپا و میگن برید تمام محتوای مدرنیته رو بیارید و ترجمه کنید. همون زمان یه همزمان با اون ناصرالدین شاه به فرنگ رفت، فقط فوتوگراف رو آورد و یک سرسره هم آورد که از حرمسرا گذاشته بود تو حرمسرا و زنها از روش قل می‌خوردن میمدن یه اتاقش. خب ببینید، ما حالا خیانت روشنفکران بوده، وادادن روشنفکران به گروه های مذهبی بوده، هر آنچه که اتفاق افتاده اینه که ما زمانی که دنیا داشته روی مدرنیته با مدرنیته و مفاهیمش دست و پنجه نرم می‌کرده، در ایران نه اینکه اصلا ارتباطی وجود نداشته باشه، یک
سکوتی در بین منورالفکرها وجود داشته و مثل این که اتفاق، چون اون موقع هم به هر حال دارالفنون تأسیس میشه، اون موقع هم به هر حال در همون سطح خودش که دنیا داشته پیشرفت میکرده افرادی بودن که داعیه روشنفکری در جامعه داشتن، ولی هرگز اینها به مدرنیته نگاه نکردن و هرگز نتونستن در مقابل این سنتگرایان و روحانیون، قشر روحانی و سنتگرایان عقب مونده بایستن یا قد علم بکنن. من فکر میکنم که اون 100 سال وقتی طی نمیشه، طی نشده، بقیهش میشه در واقع از پله افتادن، دست و پا شکستن، حالا هر چقدر هم میخواد مدرنیزاسیون باشه. و الان من نگاه میکنم نسل زد ایران رو، ببینید امیدوارم که این انقلاب ارتباطی جامعه و نسل زد ایران رو به مدرنیته نزدیک بکنه. به هر حال دیشب من داشتم یه برنامه ای رو از ایران میدیدم در رابطه با همین هیئت‌های مذهبی، تحلیل جامعه شناختی جالبی رو همین آقای مهرآیین انجام میداد که چطور میشه که نسل زد ایران یا نسل جوان ایران دلش میخواد با عناصر مذهبی، یعنی بیاد با در نهایت تیپ فرامرزی و مدرن و وصل شدهش به غرب، بیاد کنار عناصر مذهبی بیست عکس بگیره و یا در مراسم مذهبی شرکت بکنه، کارناوالی که گفته بود دیسکو محرم، یا نه عکسی از یک هنرپیشه انداخته بود با زنجیر کلفت طلا و دستبندش و اینکه همه اون آدم رو میشناسن چه جوریه و اینکه سرش رو بسته داره توی یک هیئتی. و گفته بود این تضاده، این هنوز در جامعه ایران نتونسته تعریف بشه. من فکر میکنم هنوز همون ماندن در سنت، به خاطر اینکه مفاهیم اصلی مدرنیته در جامعه ایران نه در دانشگاه، یعنی نه در اساتید دانشگاه، حالا شاید اجازه ندارن و اونجاست که تیر خلاص و رهبر جمهوری اسلامی میزنه و باید علوم انسانی تغییر بکنه. یعنی ببینید میگه باید ما علوم انسانی رو در دانشگاه ها مفاهیمش رو تغییر بدیم. این در دوره های مختلف میسین که اصلا اجازه داده نشده رو مفاهیم مدرنیته کار بشه و ماحصلش هرچی مدرنیزاسیون میشه به نتیجه نمیرسه، ریشه نداره و به نظر من خیلی سطحی و خیلی ناپایدار میمونه در جامعه ایران. حالا امیدوارم در آینده بشه بیشتر روش صحبت کنیم. مرسی. بله، عرض کنم که من البته فکر میکنم که شبنم خانوم به یه نکته داشت اشاره میکرد که اصلا ما وارد بحثش نشده بودیم و اون تأثیر متقابل مدرنیته و مدرنیزاسیونه، یعنی احتمال داره که مدرنیزاسیون خودش منجر به مدرنیته هم بشه. من فکر میکنم این سوال خیلی جالبیه و وقتی که مثلا ترکیه و به خصوص هندوستان رو که نگاه میکنیم میبینیم این اتفاق کم و بیش در این دوتا جامعه افتاده. من تلقی شخصی خودم اینه که این اگر که مدرنیزاسیون علاوه بشه به دموکراسی، ممکنه که به مدرنیته ما برسیم، یعنی دموکراسی فضا رو باز بکنه برای اینکه مدرنیته در مقابل مذهب قرار بگیره، این دوتا با هم کشتی بگیرن و در انتها جامعه به مدرنیته هم برسه. این نکته یه که در مطالعه با ایران فقط میتونه از طریق آینده نگری انجام بشه، یعنی اینکه الان که جامعه ما رفته یعنی از زمان مشروطه تا به حال، این دیگه اکتفای به حکومت اسلامی یا حکومت پادشاهی نداره، ما رفتیم دنبال مدرنیزاسیون، تلاش خودمون هم کردیم، از راهن شروع کردیم، نمیدونم تا تلویزیون، تا گوشی تلفن، همه این حرفا.
آیا این منجر خواهد شد به مدرنیته یا نه؟ اگر تئوری من درست باشه که لازمه این که مدرنیزاسیون برگرده به طرف مدرنیته، استقرار یک نوع عرض کنم که دموکراسیه، اون وقت میشه امیدوار بودش که اگر ما در آینده بریم دنبال سکولار دموکراسی و یه جامعه دموکراتیک داشته باشیم، اون جامعه تازه بستر این میشه که مدرنیته تو شکوفا بشه. آیا خواهد شد یا نه من نمیدونم.